أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، الحي القيوم، الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بی پایان به مولای مهربان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با سلام به حضور بینندگان عزیز، مطالبی رو در اهمیت دعا در قسمت‌های پیشین حضور عزیزان عرض کردیم. جایگاه دعا در قرآن و ارزش والای دعا در روایات از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام و نقش حیاتی که دعا برای انسان ایفا می کند، که همه حجاب ها و پرده ها و واسطه ها را بین انسان و آفریدگار او و خالق او کنار می زند و انسان در یک لحظه که به فراخوانی و دعا مشغول هست خودش رو می بینه، خدای خودش را. ائمه معصومین ما در همه لحظات زندگیشون این ارتباط رو با خدای خودشون داشتن و برای هدایت انسانها و برای دستگیری از دست افرادی که اینا رو میخواستن به طرف سعادت هدایتشون کنن، آموزها و تعالیمی رو درباره دعا بیان میفرمودن و عملا هم زندگی ائمه معصومین علیهم السلام لبریز از دعا و فراخوانی و ارتباط با آفریدگار خودشون بود. تا جایی که خوندیم از امام صادق علیه السلام فرمودن امیر مؤمنان علی علیه السلام همواره دعا می کردن و بسیار دعا می کردن و دعا بودن، یعنی بسیار دعا کننده. در این قسمت از برنامه حضور عزیزان را بعد از آنی که به بخشی از فضائل دعا و اهمیت اون اشاره کردیم، به اختصار با یک حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام که در واقع یک راه جدیدی رو در اختیار انسان قرار می‌دهد، به خصوص کسانی که دوست دارن با آفریدگار خودشون ارتباط برقرار کنند و به طرف کمال هستی خودشون حرکت کنند و اینها از این عرفانهای کاذب و پوشالی به دور هستند، خود مستقیم و در مکتب اهل بیت علیهم السلام با خدای خودشون میخوان ارتباط برقرار کنند. و غرض ما از این بیان، این برنامه، اینه که ما بهترین دعا رو به درگاه خداوند متعال در این ماه عزیز داشته باشیم و مقرب درگاه الهی باشیم و از همه انسانهایی که پیشی میگیرن برای نزدیکی و تقرب به درگاه الهی پیشی بگیریم و در این مسابقه عظیم معنوی شرکت کنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید بر شما با دعا در همه لحظه های زندگیتون دعا کنید، چرا که به مانند دعا نمیتوان به خدا تقرب جست. یعنی برای درگاه خداوند متعال از راه های بسیاری انسان میتواند مقرب درگاه الهی باشد و مورد توجه و عنایت حضرت باری تعالی، اما بهترینش و میانبرترینش راهش همون راه دعاست که انسان با دعا به درگاه خداوند متعال تقرب بجوید. با توجه به این روایاتی که عرض کردیم به بخشی از آداب دعا در این قسمت اشاره میکنیم، در واقع پیش نیاز اجابت و بهتر مورد پذیرش قرار گرفتن خداوند متعال در دعا رو باز هم از مکتب اهل بیت علیهم السلام پی میگیریم.
یکی از مواردی که در واقع جز آداب دعاست این که انسان قبل از آنی که بخواهد دعاشو شروع کنه بسم الله الرحمن الرحیم و با نام خداوند مهربان شروع کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هیچ دعایی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌شود این رد نمی‌شود، یعنی بسم الله باعث می‌شود که دعا در درگاه خداوند متعال مورد پذیرش قرار بگیره. و ادب دیگر در دعا حمد و ستایش خداوند متعال. انسان پیش از آن که به درگاه خداوند متعال دست نیاز خود را دراز کند شایسته است که اول خداوند متعال را حمد و سپاس گوید، بعد از تحمید و حمد و سپاس حاجت خودش را از درگاه ربوبی بخواهد، که امام صادق علیه السلام در یک روایت نورانی می‌فرماید هر دعایی که بدون حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال عرضه بشود در واقع یک دعای دنبوریده و ابتریست، یعنی به اون کمالش نمیتونه برسه. سومیش اینه که انسان صلوات بفرسته بر محمد و آل محمد علیه السلام، یعنی حتی در روایات اومده پیش از دعا و پس از دعای انسان و درخواستی که از خداوند متعال داره صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، یعنی دعا و خواسته خودشو از معبود خودش بین دو تا صلوات قرار بدهد، که حتی در روایتی اومده که خداوند متعال به خودش اجازه نمیدهد که در یک دعا اول و آخر اونو که صلوات باشه بپذیره، اما میانه و وسط اون را نپذیره و رها کنه. مسلم هست که همه میدانیم صلوات یک دعای مستجابی است که هر انسانی که بر محمد و آل محمد صلوات بفرسته و از خداوند متعال برای این بزرگواران درود بفرسته به درگاه خداوند متعال میرسه. و آثار بسیاری را هم برای صلوات در روایات اهل بیت علیهم السلام نقل شده که به جای خودش موکول میکنیم که خود صلوات باعث ریزش گناهان انسان میشه. و چهارمی این که انسان در دعا یک طلب شفاعت کنه، یه شفیع رو بین خودش و خداوند متعال واسطه قرار بده، یعنی از آبرومندان درگاه خداوند متعال استمداد به طلبت. چون وقتی انسان به خودش نگاه میکنه، به گناهان خودش نگاه میکنه، به عملکرد خودش نگاه میکنه، واقعا در پیشگاه خداوند متعال خودش رو شرمنده میبینه. اما وقتی یه آبروداری رو در درگاه خداوند متعال به پیشگاه خداوند متعال میبره و اونو شفیع قرار میده، خود قرآن هم فرموده وابتغوا الیه الوسیله، برای خداوند متعال در جستجوی یک وسیله و یک شفیع باشید، که بهترین شفعا محمد و آل محمد علیهم السلام هستند که اینها آبروداران درگاه خداوند متعال. انسان پیش از آنی که حاجت و خواسته خودشو از معبود خودش و از آفریدگار خودش بخواهد شایسته است که خداوند متعال را به حق شایستگان درگاه خودش و آبرومندان درگاه خودش قسم بده و اونها رو شفیع قرار بده و در پشت سر اونها دعای خودش رو از خداوند متعال بخواهد و نیازش را مطرح کند. و پنجمیش اینی که انسان از گناهانش توبه کنه. و یک پیش نیاز دیگری که برای اجابت دعا و بهتر به هدفش برسه انسان اینی که از گناهان خودش که بین خدای خودش و خودش میداند و اون گناهایی که نمیداند اما از او سرزده انسان توبه کنه. خداوند متعال توبه کنندگان را دوست داره. ان الله یحب التوابین، خداوند متعال توبه کنندگان را دوست دارد. به همین جهت هست پیش از آنی که بخواد از خداوند متعال درخواستی داشته باشه شایسته است که توبه از گناهان خودش داشته باشه. انشاءالله با این اهداف بریم به اون رسیم، دعایی که بهترین دعا میتونه باشه و ما را مقرب درگاه خداوند متعال میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.